گاهی اوقات ما میگیم من خیلی بلند همت هستم، اما او فقط یک خواب هست، یک رویا هست، یک خیال هست. به اصطلاح غزنیچی یک خیال پلو هست. برخی مردم فقط با زبان خواسته های بزرگ دارند. زحمت میکشم بخیر طب معالجوی کامیاب میشم. طب معالجوی کابل بلندترین نمره باید کار داشته باشه و بلندترین نمره را کار داره. اما شب ساعت 8 میخوابد، صبح ساعت 6 بلند میشه. ای خود را گل میزنه، ای خود را فریب میده. برخی مردم فقط روی زبان همتشان خیلی بلند است. ای تو کار میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه. به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. ای بی همت نیست، ای خود را گل زدن هست، خود را فریب دادن هست. برخی مردم دنبال خواسته های بی ارزش هستند. همت دارن اما همت خود را به چیزهای بی ارزش صرف می کنند. اینا هم به دو دسته تقسیم میشه. یک تعدادشان دنبال مطالب پست هست، بیهوده، بیفایده، بیمعنا. مثلا تمام هم و غمشان خوشگذرانی هست. فقط خوشگذرانی، خوشحال باشم، دیگه هیچ مشکل. خانواده، پدر مست خانواده، دیگه من چی مسئولیت دارم؟ همسنفی ها اول نمره هست، دیگه من چی مسئولیت دارم؟ نهاد دعوتی فلان سیب هست، دیگه من چی ضرورت دارم؟ ای هم خود را گل زدن هست. یک تعداد از این بالاتر برای که او در مسجد وجود نداره، همتشان فقط دنبال خواهشات و رستگاری و جنسی و جنسیت، جنسیت بازی و گپا. تمام همتشان به می چیزا مصرف میشه، تمام انرژیشان به می چیزا مصرف میشه. ولی یک تعداد انسان ها هست که باز خیلی بلند هست، خیلی بزرگ هستند. کاری که با زبان میگه در عملش دیده میشه. مگه من این کارا میکنم باز انجامش میده؟ اگر امی تو نباشیم، باز مثل امو انسان هایی میباشیم که فلسفه وجودی خود را از دست دادن. یعنی چی؟ که موجودیت ما به خاطر چی هست؟ اکثریت جوان ها فکرشان همیست که ما به خاطر چی زنده هستم. یعنی فلسفه وجودشان که از چی خاطر ما در دنیا آمدیم هیچ اصلا نمیفهمه. بودن و نبودنشان یکسان هست. اگر نباشه کس جستجویشان نمی کنه. اگر باشه کس به اونها مراجعه نمی کنه. ای تو یک انسان بی حیثیت و بی آبرو میشه. ایست پس همتی خود ما هست. به طور مثال در خانواده به اون اندازه کار نمی کنیم که موجودیت و عدمش برای اهل خانواده یکی است. باشه و نباشه میشه تأثیر گذار نیست در خانواده. موجودیتش در جامعه، عدم موجودیتش یا موجودیتش هیچ عادی هست. این منوط و مربوط به بلند همتی و دون همتی میشه. به هر اندازه ای که انسان بلند همت باشه، او هم در نزد الله جایگاه داره و هم در نزد مردم جایگاه داره. ابن قیم رحمه الله میگه تعجب میکنم به این همت ها. بعضی از همت ها آنقدر بلند هستن که به عرش آویخته هستن. گفتم رسیدنشون به الله هست. بعضی ها به اندازه پایین است که در گندگی های شکم میگردن. گندگی های شکم، در بدبویی های شکم میگردن. بعضی ها خود را آویخته به عرش پروردگار کردن. یعنی فقط هدفشون رسیدن به الله هست. بعضی ها فقط خوردن، نوشیدن، خواهشات، ازدواج، خواب، درس، بس، خلاص. یعنی یک هدف دون هست. بین بلند همتی را از غلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاموزیم. ربیعه بن کعب یک روز ربیعه را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا ربیعه سلمی، از ما سوال کن، از ما شما به کس ما را یک بزرگ امیتو بگه، یک ثروتمند، قدرتمند، یک شخصیت با نفوذ اجتماعی و نفوس، اگر ما را امیتو گپ بزنه در این تو وقت مردم میگه یک چوکی اگر زمینش بسایج خوب میشه. این غلام هست. رسول الله برش میگه که سلی یا ربیع، از ما سوال کن.
چرت میزنه که من رسول الله گفته که از من سوال کن. سوال عادی نیست و پاسخ عادی کار نداره که عادی ما بگذرم که یا رسول الله یک کمی همکاری که قدمه یک کمی اقتصاد ما ضعیف است. نه، اسألوك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، رفاقتك ترى در بهشت كار دار. غلام بقدر هدف بزرگ، اسألوك مرافقتك في الجنة. بعد از اوی با زبان نمیشه نگفت که درست است دیگه تو رفیق ما شد در بهشت. گفت فاعینی به کثرت السجود، گفت دی مورد مرا با سجده های طولانیت با کثرت سجدهیت مرا همکاری کن. در اون صورت که کثرت سجده داشته باشه، بیشترین سجده ها را تو جا بگذاری، تو رفیق ما در بهشت است. ایر بلند همت گفته میشه، از غلام یاد بگیره. بعضی کسا از دیدگاه جسم خود خیلی کوچک هستند اما خیلی بزرگ هستند. بعضی کسا به اندازه بزرگ هستند که از موقعیت زمانی یا از اندازه عمر خود بیشتر زندگی میکنند. بعضی کسا عمرشون 70 ساله است اما در 20 سالگی وفات کردند. گپ گرفته میشه. بعضی کسا 20 سال زندگی کردن، 20 ساله هستن اما زندگیشان را که محاسبه کنید 140 سال زندگی کردن، 200 سال زندگی کردن. مثال براتون میگم، سعد بن معاذ ان شاء الله در 30 سالگی مسلمان شد، در 37 سالگی با شهادت رسید. چند سال زندگی کرده؟ 7 سال زندگی کرده. وقتی که وفات میشه با شهادت میرسه، رسول الله صلی الله علیه و آله برای صحابه میگه اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. عرش رحمان به لرزه در آمد به خاطر موت سعد ابن معاذ، مرگ سعد ابن معاذ. ایده 7 سال چیکار کرده؟ ما ده 7 سال خوردن خود را یاد نمیگیریم و ده 7 سال با مرگشون عرش پروردگار را به اهتزاز در میاره و با 7 سال زندگیشون امت را به اهتزاز میاره. با 7 سال زندگیشان، ما با 7 سال 70 سال زندگی خود را وادار به این کردن نمیتونیم تا قدم بگذاریم به طرف مسجد. بس پیروزی امت را میخواهیم، قدم بگذاریم به این تو جلسات دین، یک قدم و دو قدم بگذاریم، بس پیروزی امت و خانواده و جامعه و ملت را میخواهیم. این خیال است و محال است و جنون. به این ره که تو میروی به ترکستان هست، خود را فریب دادن هست. والله نمیرسی. بلند شو، حرکت کو، با انرژی با سلام بده، محبت کو، مهربانی کو، حرکت کو. امروز روزی آغاز هست، افسوس میکنی، پریشان میشی، ذلیل میشی، پست میشی که امروز ذلیل شدیم، پست شدیم. امروز که حکومت های مستبد برای ما حکومت داره به خاطر دون همتی ما هست. امت اسلامی یا مسلمان ها اینقدر ذلیل نبودن. عمر با شمشیر میده خود با پای برهنه خود زیر درخت خواب سلام و فرس در تکان و لرزه هست. بالش تو تکیش به اصطلاح نعلینش است، چپلقایش از زیر سر خود گذاشته خواب است. مشرکم که از پحلویش تیر میشه میگه عدلت، عدلت و نمت، عدالت کردی که تو آرام خواب کردی. ابو هریره رضی الله عنه میگه پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما گفت که از من مال نمیخواین. ابو هریره میگه رضی الله عنه، گفت از من مال نمیخواهی ابو هریره؟ گفت نه یا رسول الله، از چیزایی که از خدای تو یاد گرفته به ما آموزش بده. بلندترین همت اینه میره گفته میگه اول به همت همی هست، چیزی که از خدای تو یاد گرفته به ما آموزش بده. این سوالایی که صحابه از رسول الله میکنه یا رسول الله صحابه میکنه و جوابایش میمونه. عبدالله بن عباس یک روز رفیق انصاری خود را میگه بریم از اصحاب رسول الله حدیث یاد بگیریم، قرآن یاد بگیریم، تفسیر یاد بگیریم. این رفیقش به عبدالله بن عباس میگه صحابه زیاد است، به تو هیچ حاجت نمیشه. امروز خیلی مردم میگن طب معالجه رو شروع کن دکتر خیلی زیاد است، انجینری رو شروع نکن انجینر آنقدر زیاد شده، تو قدر فکر ضعیف داره که تو دکتر شده نمیتونه که فوق همه دکترها باشه، اینقدر ضعیف است. تو اینقدر ضعیف هستی که اونقدر ترس داری که شاید من مثل دیگه انجینرها نباشم، از او که باید فوق و بالاتر و بالاتر باشی. ای که ما از این ترس داریم که من والا دیگه نمیخوانم کورس ها زیاد از کورس شروع نمیکنم. قارس مونی بلاک کورس شروع کرده به طور مثال. من یک جای دعوت را آغاز نمیکنم، دعوتگرا زیاد است. تو اینقدر ضعیف هستی که نمیتونی که فوق از او دعوتگر باشی، فوق از او انجینیر و دکتر و فلان حتی دهقان باشی.
عبدالله بن عباس رفیق خود را تنها گذاشت، این رفقا هست از این رفقا خود را دور کنند که تو نمیتونی. لذت کار در اون جای هست که مردم بگه تو نمیتونی و تو انجامش بده، اون جای خیلی لذت بخش است. بعد از اون عبدالله بن عباس میره به یک صحابی، به دیگه صحابی، به دروازه، حتی پهلوی دروازه های صحابه میخوابه و که صحابه از دروازه خود برای ما یک حدیث رسول الله را یاد بگیره، برش زاری میکنه، عذر میکنه که آیا توی حدیث رسول الله شنیدی؟ گفت آه، گفت به ما یاد بگیره. بالاخره وقتی میرسه که وقتی که در تفسیر سوال میشه، بدون عبدالله بن عباس دیگه کسی نیست که جواب بده، مفسر القرآن باید جواب بده، و کی است؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه. و رفیق انصاریش گفت والله راست گفته بودی. یک وقت به خیر میرسه که باز گفته راست گفته بودی، نمیگه پات خو راست بود. و وقت که او رفیق تا به بلنده ها ببینه که عبدالله گونه زندگی میکنه و تو رفیقش رو پست گونه زندگی میکنه، باز دردت میگیره که افسوس افسوس، کاش که امروز همین کار را اقدام میکردم. هیچ وقت برای آغاز کردن دیر نیست، روز روز آغاز هست.